این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عظمایی که در زمینه دروغ درمانی رکوردهای جدیدی زده و از امام میگه که معلوم نیست امامشون بوده یا دستگاه آبقورگیری. خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا میگفتش که امام، حالا امام پیرمردی که اون وقتی که ایشون میگفت قریب 90 سال مثلا 80 چند سال سنش، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه، حوله دست رو خوش کنی، میگو برای امام دم دستش میذاره که اشکاشو با اونا پاک کنه. این هم واکنش مردم ایران نسبت به خالی بندی های خامنه ای و اشکهای خمینی. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این ملت میزنم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را که میخواهیم نابود بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم نابود بشد. وقتی امامشون اون باشه و ولی فقیهشون هم اون یکی، طبیعیه که رئیس جمهورشون هم میشه این شیخ فری که در پررویی و وقاحت دومی نداره. سال 97 رو اینجوری نامگذاری کنم، سالی که داریم تمام میکنیم، سال دشوار ولی پر افتخار. مردم ما افتخار آفریدن. من شما نمیدونید وقتی تو خیابون میرم مردم لبخند میزنن، دست تکون میدن، حس من چی هست؟ این شیخ فری همونه که شعار انتخاباتیش این بود که به عقب بر نمیگردیم، حالا مدام در حال عقب گرده. شیخ فری از خنده مردم گفت و مردم از خنده پسته میگن. چرا نخندی؟ منم کیلو 200مو بیدم میخندیدم کوچیکو عزیزو. بازار جنگ و دعوای درونی هم داغه و جوجه تروریستان های دلواپس هم با شیخ فری سرشاخ میشن و هم از پایان عمر نظامشون خبر میدن. آشق حسن آقا، نقدینگی رو 450,000 تحویل گرفتی، رسونی به 1,600,000 میلیارد، نه تو 8 سال، تو 5 سال. اینم کار تحریمه؟ نه آی مردم، اما شما بهتون بگن کار تحریمه که بریم با برادر با این کله زردن ببندیم. منتها این کله زرده بنده خدا هسته‌ای رو گرفته، این دیگه شروط 12 گانه پومپئو، هیچی ازت نمیمونه. خروسخندی میدن دستت، میگن لیست بزن. این طرف حواسش نیست که با این حرفا در واقع داره سر و صورت عظما رو رنگی میکنه. یوره این یکی هم جست اپوزیسیون گرفته و با یقه‌گیری از اعضای استبل وحوش میخواد مقصر اصلی یعنی عظما رو در ببره. چرا خفه شدین شماها؟ چرا صداتون در نمیاد؟ کاهوی کیلو 8000 تومان امروز دیگه مردم ضعفاشون یونجه هم نمیتونن بخورن با این نگاه لیبرالی شما. امروز بلایی رو به سر مردم آوردید به خیال خودتون که ضربه به انقلاب بزنید، ولی بدانید همین محرومین چنان تو دهنی به شما بزنن برای همیشه تاریخ درس بشه. این هم یک نمونه شماتیک از نحوه مداوای مریض اصلی نظام یعنی عظما. حالا تو این هیروویر جهانگیری برگشته گفته من میتونم در عرض 5 دقیقه جواب همه حرفایی که علیه دولت شیخ فری زده میشه رو بدم. ببینید تیویریش چطوری جوابشو داده. یه توییتی دیدم از آقای جهانگیری، گفته بود که اگر ما 5 دقیقه وقت بذاریم به همه سوالاتی که درباره دولت میشه میتونیم جواب بدیم، اونطور چون خدمت به مردم خیلی برامون مهمه الان تمرکز کردیم بر
خدمت به مردم. من گفتم که اگر آقای جهانگیری لطفی کنن یه 5 دقیقه از خدمت به ما صرف نظر کنن، استراحت کنن، ما یه نفسی بکشیم، بعد دوباره ایشالا برگردن به ما خدمت کنن. این 5 دقیقه رو به ما یه مجال بدن، حال دادن ازشون تشکر میکنیم، چون نمیدونم چجوری در 5 دقیقه میخواید به پراید 5 میلیونی گوشت 120,000 تومانی، دلار 13,000 تومانی، به همه اینا شما میخواید در 5 دقیقه جواب بدین. احتمالا جهانگیری اینطوری میخواد در عرض 1 دقیقه جواب بده. این هم واکنش جهانگیری در قبال مشکلات مردم. حالا برای اینکه دزد اصلی یعنی خامنه ای رو یه جوری از مهلک در ببرن، براش از این قصه های مسخره جور میکنن که مرغ پخته رو هم به خنده میندازه. آیت الله شبزنده‌دار نقل کردن از اعضای شورای نگهبان که شام رو که وقتی آوردن اون ظرف خورشتی رو جلوی آقا گذاشتن، آقا اون کسی که داشت غذا رو توضیح میکرد صدا کردن که این غذا رو ببر. اون فکر کرد این غذا یه چیزی، مثلا موی چیزی توش پیدا شده. عرض کرد چرا آقا؟ گفت توش گوشته. گوشت که الان کیلوی 100,000 تومانه، من نمیتونم این گوشت رو بخورم. فهمونه این کاسی ببری، این توش گوشته. نمیدونیم چند نفر الان از مردم ایران امکان دارن که گوشت بخورن. این چیزها برادرها آدم رو نورانی میکنه. این چیزها این نظام رو نگه میداره. این هم تصویری از عظما در حالی که از خوردن غذای بدون گوشت داره دود از کلش بلند میشه. خلاصه این که تو این وضعیت آخوندا حسابی رد دادن و با هر حرکتی خودشون رو مضحکه عام و خاص میکنن. این هم سرنوشت صندوق‌های دزدی آخوندا در خیابون‌های ایران. ببینید مردم چطوری جوابشون رو میدن. با این حساب ماشین درب و داغون نظام با یه چنین وضعیتی داره به استقبال سال جدید میره. سال 97 با دروغ‌های این عظمای مشنگ شروع شد. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست. و حالا با دروغ‌های این سرتشتک مشنگ داره به پایان میرسه. امروز قدرت انقلاب من از قلب این سرزمین تا مدیترانه و دریای سرخ امتداد یافته است. دیگر خلیجی به نام خلیج فارس میدان عرض اندام نظامی قدرتی همانند آمریکا نیست. مذاکره یعنی فرصت دادن به دشمن برای بازسازی قدرتش. ما با شما در میدان جنگ سخن میگوییم. خیلی دوست دارن رژیمشون رو یک رژیم تثبیت شده نشون بدن، اما حواسشون نیست که مردم ایران خیلی وقت صندلی را از زیرشون کشیدن.
عزما برای اینکه شکستش در سوریه رو بپوشونه و به بسیجی‌ها روحیه بده اومد و یه چنین شوی مسخره‌ای برای قاسم سلیمانی جنایتکار ترتیب داد. نشان عالی نظامی برای سردار مقاومت، فرمانده کل قوا دیروز سردار سلیمانی را به نشان ذوالفقار که بالاترین نشان افتخار نظامی است مفتخر کردند. ایشان در این مراسم فرمودند جمهوری اسلامی هنوز سالها با ایشان کار دارد، اما بالاخره آخرش انشاءالله شهادت باشد. بعدم به نوچه‌هاش گفت تا میتونن برای این پاسدار درب و داغون تبلیغ کنن و البته طبق معمول این تبلیغات با سوتی و اعتراف به شکست همراه بود. ما در تراز مدیریت جهانی موفق شدیم انسانی رو رو کنیم، قاسم سلیمانی، که ژنرال ماتیس رو شکست داد. ما به قاسم چقدر پول دادیم؟ 7 تریلیون دلار اون پول گرفته، همه نیروی زمینی دریایی هوایی هم دستش بوده. ما چی به قاسم سلیمانی؟ 2300 تا جوان ما اونجا شهید شد. چی میشه مدیریت قاسم سلیمانی تو سوریه و عراق و لبنان و فلسطین موفقه؟ چون عنایت حضرت حق، چون اینا نگفتن بریم از خارج ژنرال بیاریم، از خارج دانش نظامی بیاریم. جوان عزیز، چرا من اینقدر مجبورم اینا رو بگم؟ چون رسما لیبرال ها تو این مملکت توییت میزنن، میگن شکست را بپذیریم، بریم هر چی آمریکا میگه اونو انجام بدیم. از اون طرفم عزما رئیسی رو به عنوان سر دراکولای قوه قضاییه انتخاب کرد تا به خیال خودش از مردم زهر چشم بگیره و بگه قرار نظام امنیت بپوشه و امنیت بخوره. یعنی کوچکترین ناامنی رو در جمهوری اسلامی ما تحمل نمی کنیم، چون امنیت، همه اقدامات ما فرع بر امنیته، اجرای عدالت فرع بر اینه که در کشور امنیت داشته باشیم. اونقدر امنیت تو نظام خفنناک شده که حتی خودروسازی رو هم امنیتی کردن. من عرضم چیه؟ من جنبندی کنم دلاغه، عرضم اینه که اگر وضع بازار همین این هست، به خاطر اینکه ما یه خودروسازی دولتی سیاسی امنیتی را انداختیم که بعضا دستگاه نظارتی زینفعن، یعنی زینف با این خودروساز، لذا هیچ انگیزه ای نداره برای که نظارت کنه. یه سازمان تعذیرات هم اگر نفوذ، یعنی میخواد بیاد پای کار، یا قدرتش نمیرسه، یا بعضا خودشون قطعا شاهدن که آقا هزار تا تماس از بالا پایین، اسم اینو نیار، اسم اونو نیار. و اینجاست که به این نتیجه میرسیم که این خودرو هزار بار بهتر از پراید امنیتیه. Yok, canlara kayda tormoz vurduran bu. در پایان و با توجه به نزدیک شدن به عید نوروز، با هم به توصیه جالب یه هموطن اصفهانی گوش میکنیم که یه شهروند خارجی رو هم با خودش همراه کرده. خدا به چیلی اظهار اظهار پنجتا پسه ای هنجتا پسه چه میخورین؟ چه میخورین؟ یه دونه؟ یه دونه نخوتی هم بخورین. نخوتی هم نخوری؟ را دوری نمیره، را دوری نمیره. دستنو درد نکنه، دستنو درد